درود بر شما. به فراخبر با من شمسمانی خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید از تلاش‌های جهانی تا بلند شدن صدای همکاری، چرا نشست‌ها درباره افغانستان بیشتر شده و دنبال واکنش‌های جهانی درباره سیاست‌های کابل، شورای امنیت سازمان ملل یک بار دیگر نشستی را درباره افغانستان برگزار می‌کند. آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل که به تازگی از کابل دیدن کرده، در این نشست ارزیابیش را از اوضاع افغانستان خواهد گفت. همزمان امارت اسلامی میگوید کشورها به جای برگزاری نشست ها گزینه همکاری را با حکومت سرپرست در پیش گیرند. اما برایند این نشست چه خواهد بود؟ فعال شدن سازمان ملل درباره افغانستان خبر از چی میدهد؟ و در نهایت آیا فشار بیشتر در انتظار کابل است؟ اینها و بیشتر در فراخبر. مهمانان من در این برنامه آقایان اسلام الله مسلم، آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو، و آقای محمد داوود قیومی، پژوهشگر صلح و امنیت بین الملل در دانشگاه لورنچن کانادا که از طریق اسکایپ وصل هستند. بسیار خوش آمدین آقای مسلم به بس، و اگر اجازه بدین ما با آقای قیومی آغاز بکنم. آقای قیومی سلام به شما، بسیار خوش آمدین به بس. بیشتر شدن نشست ها درباره افغانستان نشان دهنده چیست؟ به نام خداوند، سلام خدمت شما و آقای مسلم و همه بیننده های گرامی. بسیار تشکر. خب برداشت من این است که وضعیت کنونی افغانستان در سطوح مختلف به یک بنبست و چالش های متعددی روبرو است. انتظار جامعه جهانی، کشورهای منطقه این بود که طالبا دست کم تلاش بکنن در چارچوبی نشست های بین الافغانی با گروه های مختلف مشکلات و چالش هایی که در افغانستان وجود داره حل بسازن، با یک توافق دست پیدا بکنن که در نتیجه یک توافق همه گروه های سیاسی و کسانی که تا حدود زیادی درگیری جنگ در سالهای سالهای گذشته بودن گرد هم جمع شون و با هم کار بکنن. درست. خب ارزیابی ها نشان می دهد که تا حدود زیادی طالبا در عرصه تحقق آشتی ملی و گفتگو با گروه های مخالف چندان دستاورد مثبت نداشتند و نتوانستند که یک شرایط جدیدی را در افغانستان ایجاد بکنن، و از این منظر با جامعه جهانی و کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل رابطه سازنده و اثرگذار داشته باشند. آقای قیومی، خب بله، این موارد را که شما اشاره میکنین، همونطوری که گفتین انتظاری که جامعه جهانی از امارت اسلامی داشت تا اینجای کار تمکین نکرده کابل در برابر این خواست ها، ولی تا چی وقت فکر میکنین به این نشست ها ادامه خواهد داد سازمان ملل و کشورها؟ ما شاهد بیش از 10 نشست در جریان همی حاکمیت امارت اسلامی هستیم که در منطقه و جهان برگزار میشه، ولی ظاهرا دیده میشه تغییرات را نیاورده این نشست ها. خب تغییرات زمان ممکن است که در چارچوب نشست ها صورت بگیره که طالبا آمده همکاری باشن، آمده همکاری با جامعه جهانی، آمده همکاری با سازمان ملل متحد باشن. چرا یک طرف قضیه طالبا است، بدون تغییر دیدگاه و نظریات طالبا در جهت پیدا کردن یک رای حل سیاسی که همه گروه ها موافق باشند، خب خیلی دشوار است که سازمان ملل متحد به تنهایی بتوانه که یک تغییر را ایجاد بکنه، یک رای حل را ایجاد بکنه که به همه مردم در نتیجه یک پیامد مثبت داشته باشه. اما برداشت من این است که این نشستی که قرار است تا دو روز بعد برگزار شود ممکن است یک نشست متفاوت باشه، به خاطر که این نشست در نتیجه گزارش خانم آمنه محمد است که اخیراً یک سفر به افغانستان داشت و از نزدیک با گروه های مختلف صحبت کرد، با طالبان دیدار و گفتگو داشت، و از همه مهمتر یک با توجه به جایگاه سازمان ملل متحد که تا حدود زیاد بی‌طرف است و غیر سیاسی عمل میکنه، ممکن است که خانم آمنه محمد یک گزارش مفصلی که
از افغانستان ترتیب داده باشه و در چارچوب این گزارش سازمان ملل متحد تصمیماتی را در مورد افغانستان اتخاذ خواهد کرد. بسیار تشکر. اجازه بدین برمیگردیم آقای مسلم. چرا به راه میانه نمیرسیم؟ میبینیم که سازمان ملل، جامعه جهانی هم به مو خواستهایی که داشته در نشستهای متعدد پیهم مطرح کرده و خواستها را، و امارت اسلامی هم ظاهرا در برابر این خواستها تمکین نکرده. آیا مشکل وجود داره یا نه؟ بسی است که خواستهای سازمان ملل یا کشورهای جامعه جهانی بلند و بالاست و امارت اسلامی هم تا اینجای کار تن نداده. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب تاسو درون ملما قیومی سیب او طول آوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. پا دی برخی که دیر کار وشو دی امارت اسلامی هم زیاد غختن هم دستی و چی دوی یو نړیوال حکمت ولری او نړیوال سیاسي اړیکی ولری او تفتلاش هم دغه ده، او امارت اسلامي په دې برخه کې تر خپل وسه پورې هڅې ګړندۍ کړي دي او یا کوي تر څو دوی وتوانېږي. دوی لکه څنګه چې نورو هیوادونو نړیوالې اړیکې لري، داسې افغانستان اسلامي امارت د ټولې نړۍ سره ښې سالمې او مشروع اړیکې ولري. په دې برخه کې ډېر کار وشو، ډېر کار غوښتنې دي، امارت اسلامي غوښتنې همدغه بار بار جناب ویان صاحب ذبیح الله مجاهد دا غوښتنې وکړې دي، نړیوالو نه یې وغوښتل او نړیوال هم دا غواړي چې دوی د افغانستان د اسلامي امارت سره اړیکې ولري تر څو دواړه خواوې ګزش وکړي، تعامل وکړي، هغه کوم نړیوالو اړیکو دپاره یا نړیوال ګډون دپاره کوم مطرح عمل چې دا طرزالعمل چې جوړ شوی ده هغې دپاره باید امارت اسلامي خپل شرایط پوره کړي. نو د نړیوالو غوښتنه همدا ده چې دوی شرایط پوره کړي. پس چرا برطرف نمیشه این مشکل فکر میکنه؟ امارت اسلامی همیشه د پاره په دې ټینګار کوي چې موږ کومه پالیسی چې الله جل جلاله د قرآن په ذریعه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احکامو او د سنتو په ذریعه موږ ته رالیږلې ده، د هغې مطابق د نړیوالو سره موږ مشروع اړیکې غواړو. خو لیکن نړۍ بیا د اسلامي احکامو مطابق مشروع اړیکې نه غواړي، ځکه کله چې دلته حدود جاری کیږي دوی پرې انتقاد کوي او کله چې دلته اسلامي احکامات جاری کیږي دوی په انتقاد کوي. نو په دې اساس تر اوسه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې دواړه خواوې په دې توافق وکړي تر څو د نړیوال اړیکې ولري. بس انتقاد هاست که مطرح میشه، یک بس خواست هاست که از امارت اسلامی بارها به گونه مکرر خواسته شده، مثلا درباره حق آموزش و کار بانوان که این روزها خشم جهانی را برانگیخته. در اینجا فکر نمیکنین حق به جانب باشه سازمان ملل؟ سازمان ملل متحد چې دا همغه میشه د پاره کومه چیغه چې وایي حقیقت دوی هم نه وایي او حقیقت ته دوی هم رسیدګي نه غواړي، ځکه په دې شل کاله کې دوی د افغانستان ولس دپاره څه وکړل؟ په دې شلو کالو کې افغانستان چې د ملل متحد غړی و د افغانستان دپاره یې کوم کار وکړو؟ د فساد په ورکولو کې دوی څومره برینده و او د حقوقي زنان دپاره دوی څومره کار کړو؟ همدغه زنانه دوی په زندانونو کې نه ساتلې، همدغه زنانه دوی په بګرامونو کې نه ساتلې، همدغه زنانه دوی په ګونترامو کې نه ساتلې. نن چې امارت اسلامي دوی ته هغه مسالم حقوق د اسلام په چوکاټ کې حقوق غواړي، دوی وایي دا د زنانو سره ظلم ده. زنانو سره ظلم په هغې وخت کې و چې کله زنانو ته د مهر حق نه ورکړل شوه، د میراث حق نه ورکړل شوه، او دا موږ او تاسو د افغانستان ټولنه کې دغه حقوق هم نه دي ورکړل شوي. حکوم حقه حقوق چې د هغې غوښتنه نه کوي. زه په دې باور یم چې ملل متحد که واقعاً وغواړي، نړیوال وغواړي، دغه ستونزه ډېره زر حل کېږي. دوی هم په حقیقي معنا د افغانستان ولس سره چرا حل نمیشه؟ ما میبینیم این روزها تلاش های سازمان ملل را آمنه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل به کابل آمد، حالا هم مارتین گرفیتس معاون دیگر دبیر کل سازمان ملل در کابل است عملا و نشست هایی را هم برگزار میکنه. نشست شورای امنیت سازمان ملل تا دو هفته دیگر، چند پیش هم ما نشستی را پشت درهای بسته در شورای امنیت سازمان ملل داشتیم. چی کار باید بکنن؟ جناب څومره ناستې چې شوي دي، په دې ناستو کې دوی ته کنایت ورکړل شوی ده. داسې نه دي تللي چې دوی دغه ځای نه منفي جواب وړی ده. دوی هر وخت چې دلته راغلي دي، هره ناسته چې کړه ده، په هر ځای کې چې ناست دي، د امارت اسلامي لخوا دوی ته یو مثبت جواب ورکړل شوی ده. هغه مثبت جواب دوی بیا نه ده نشر کړی، د امارت اسلامي خبرې دوی نه ده نشر کړي. دوی یوازې هغه خبرې چې دوی د ځان سره لرلې کومه برنامه چې راوړي په همغه برنامه ټینګار کوي. دوی یک پاسخ مثبت است، یکی عملکردها باید مثبت باشه، همونطوری که میگن مثلا میگه ما خواستار برگشت بدرنگ زنان به کار و آموزش هستیم. خب یک چنین چیزی را ما میبینیم که عملا حل نشده. امارت اسلامی بار بار هم دعوایی مونږ هم د دې طرفدار یو چې لکه څنګه چې الله جل جلاله او قرآن نفاق کې
او د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مونږ ته د زنانه او حقوق خدل دي باید امارت اسلامي ورکی او د تعلیم دا د دوی حق د باید ورکی او په امارت اسلامي کې تر اوسه پورې هیڅ کس د مخالف نه ده چې مونږ د تعلیم د فاره دوی ته دروازه بندي کړې دي خو د امارت اسلامي ټول مشران په دې کې دی وایي همدا دلیل وایي چې مونږ دوی ته د یو اسلامي چوکاټ د یو شرعي چوکاټ ماحول برابرو په دې برابرولو باندې لګیایو البته نو وخت کړو په دې مونږ هم خپایو د امارت اسلامي ځینې غړي هم په دې خپا دي چې تر اوسه پورې ولې دوی ونتوانېدل چې د زنانو دپاره دوی په دې برخه کې کار وکړي او دغه ماحول برابر کړي دغه چوکاټ برابر کړي دغه پالیسي برابره کړي دا نیمګړتیا شته ده خو دا به انشاءالله زر خل کېږي او دا به کېږي. ممنون شما آقای قیومی. امارت اسلامی همواره گفته که فشار را حل نیست و باید با کابل گفتگو شود و از طرف دیگر میبینیم که گفتگوهای هم انجام میشه. معاون دبیر کل سازمان ملل آمنه محمد به کابل آمد، حالا مارتین گریفیتس آمده به کابل و گفتگو میکنه. اما فکر میکنه نتیجه بده این گفتگوها اگر سازمان ملل هم به خواستهایی که داره پا فشاری بکنه و امارت اسلامی همچنان تمکین نکنه؟ خب برداشت ما از گفتگو زمانی میتواند که نتیجه بده و مؤثر باشه که تغییری در چارچوب دیدگاه و حدود زیادی در پالیسی طالبا ایجاد شود. بدون تغییر طالبا مبنی بر پذیرش خواست مردم و گروه های سیاسی و جامعه جهانی باید به نظر میرسه که این نشست ها بتوانه که مشکلاتی را که امروز مردم با او روبرو هستند این مشکلات حل بسازه. با برداشت ما تفاوتی دیدگاه زیاد وجود داره. دست کم از آغاز این نشست ها تا حدود زیادی ده نشستی که در مورد افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبا صورت گرفته همیشه تلاش طالبا ای بوده که آنچه را که خودشان باور دارند و آنچه را که خودشان می اندیشند شاید به افغانستان کمک بکنه یا به تغییر کمک بکنه، به ایجاد تغییر کمک بکنه، بیشتر سعی کردن که سازمان ملل، جامعه جهانی و کشورهای مختلف بپذیره و مسئله اساسی خواست طالبا طبیعتا این بوده که سازمان ملل و کشورهای مختلف حکومت طالبا را به رسمیت بشناسند. اما سازمان ملل متحد در واقع بدنبالی است که شرایطی را که از قبل وضع کرده او شرایطش باید طالبا بپذیرند و با شرایط سازمان ملل متحد از طرف طالبا یک پاسخ روشن ارائه شود، به خاطر که بدونی پذیرش شرایط سازمان ملل متحد امکان تغییر در افغانستان نیست. خب افغانستان یک کشور است که جنگ بسیار طولانی را تجربه کرده. آنچه را که سازمان ملل متحد باور داره این است که به خاطر بیرون رفت و به خاطر جلوگیری از جنگ ممکن است که در آینده جنگ صورت بگیره. باید وقتی شما میگن که مشکلات مورد بررسی قرار بگیره. بله، وقتی شما میگن که مشکلات. یک تفاوت بسیار فاحش وجود داره درباره دیدگاه ها، آیا ممکن است از طریق گفتگو این دیدگاه ها نزدیک شود؟ و از طرف دیگه آیا تا اینجای کار سازمان ملل و کشورها در برابر امارت اسلامی محتاطانه برخورد کرده یا فشارگونه؟ تا حدود زیاد سازمان ملل متحد برخوردش محتاطانه بوده، فشار چندانی را علیه طالبا ایجاد نکردند. در سطح پایین تعامل وجود داشته، کمک‌های بشردوستانه وجود داشته. خب انتظار سازمان ملل متحد این بود که البته طالبا ممکن است با درکی از واقعیت‌های افغانستان و مشکلاتی را که مردم در سطوح مختلف روبرو هستند دیدگاه طالبان تغییر بکنه، آماده شوند به یک راه حل سیاسی که به او همه گروه های سیاسی هم توافق نظر داشته باشند. پس ممکن است که نرمشی در برابر خواست سازمان ملل متحد نشان ندادند. درست، اگر این نرمش به وجود نیاید در کابل در برابر این خواست ها، گزینه دیگر هم فکر میکنین روی میز باشه و این توانایی دیده شود؟ خب کماکان مسئله اساسی به سازمان ملل متحد ادامه گفتگوست و تشویق طالباست که به گفتگو حاضر شوند و با گروه های مختلف به یک نتیجه برسند. سازمان ملل متحد تجربه بسیار طولانی داره در حل منازعه بین گروه های متخاصم در کشورهای مختلف،
عمدتاً در کشورهای پس از جنگ، در کشورهای متاثر از جنگ. باور سازمان ملل متحد این است که افغانستان یک کشوری است که بیشتر از 4 دهه جنگ طولانی را تجربه کرده، در حالی که جنگ طولانی افغانستان عوامل مختلف داشته، دست کم فاکتورهای بیرونی منطقه‌ای هم نقش بسیار اساسی را داشته در جنگ طولانی افغانستان، اما یکی از عوامل اساسی و بنیادی بوده که گروه‌های مختلف قومی در افغانستان با هم نتوانستند که یک حکومت را ایجاد بکنند، با هم کار بکنند و همه گروه‌ها در اوج حضور داشته باشند. امروز تلاش سازمان ملل متحد است که به خاطر جلوگیری از جنگ باید افغانستان در چارچوب موافقتنامه دوحه که طالبان هم به او درگذشته وعده دادن و گفتن که ما آماده هستیم که در چارچوب موافقتنامه دوحه با جامعه جهانی همکاری بکنیم، افغانستان باید بازگشت بکنه به موافقتنامه دوحه، یک حکومت گذار شکل بگیره، در نتیجه وضعیت تغییر بکنه، وضعیت بسیار بهتر شود. بسیار تشکر، ممنونتون. آقای مسلم، آیا سیاست های کنونی امارت اسلامی شما فکر میکنین به نفع افغانستان باشه؟ همونطوری که آقای قیومی میگه که سازمان ملل به دنبالی است، به خاطر جلوگیری از یک جنگ باید برگشت شوه به توافقنامه دوحه، درباره تشکیل دولت باید گفتگوهای میان افغانان شکل بگیره، بحث حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان اینجا بسیار مهم است برای سازمان ملل. دغه د قطر تړون یا د دوحه تړون چې دوی بار بار یادوري کوي، د کله تشریح شو ده، د کله واضح شو ده، دوی خپل د دینه خبر دي چې په دې تړون کې څو کده تړون د دوی سره شوی وي، نو بیا ولی دوی ټول نړیوال په اشرف غنی باندې ملامتیا وراړوي چې دا کار اشرف غنی کړ، دغه به ملل متحد کړ، دغه هم سازمان کړ، دغه کار به ملګرو ملتونو کړ، دا بیا خو د افغانستان دغه درشکلن د شلکلن اردو د شلکلن نظام بیا خو دوی وران کړ. دا کچرته دغه توافق چې دوی منی چې دغه توافق داسې شو د ملل متحد سره یا د امریکا سره کغه تړون دوی منی، نو نمیگن بس یس کی باید به توافق نامه دوحه برگشت شوه و اون چې توافق نامه دوحه پیش بینی کرده درباره نظام و زمنم باید اقدام زوایم د کله خلکو ته وظیفه شوه د تړون کې څو امارت اسلامي کله ویل چې مونږ د تړون نه سرغړونه کړی د امارت اسلامي هیڅ وخت نه دی ویلی چې مونږ د تړون نه سرغړونه کړی د امارت اسلامي همیشه د پاره وای چې مونږ غو د دوخه تړون تجمنی، ولی یک بخش مهمش بحث گفتگوهای میان افغانان است و اینکه حکومت جدید باید از بطن گفتگوها شکل بگیره، نه اینکه از این گونه ای که امارت اسلامی همیشه د فاره د گذشت اواز پورته کړه ده. امارت اسلامی همیشه د فاره ویلی دی چې راشه مونږ سره کینی چې مونږ خپل برنامه خپل پالیسی درته ووایو، په ټول افغانستان کې نن د امارت اسلامی په خلاف تاسو ما ته ووایي څوک پورته شوی دی. خب این را ممکن به چند فرد معدود گفته باشه، ولی برای مردم افغانستان نگفته. مثلا ما نمیدانیم قانون اساسی چی است، نظام بر اساس چی فاکتورها به پیش میره و مسائل بسیار مهمش که همه در حالای از ابهام است. حتی حکومت سرپرست مشخص نیست میادش که تا چه زمان دوام پیدا میکنه. که فکر مکړه وی کله چې دغه جمهوریت اول کې راتلو اتلس میشت دغه هم سرپرست وو، خب مشخص بود میادش او خب جمهوری نظام وو، دلته مشخص د اسلامي نظام ده، دلته هم هغه مشخصات چې په جمهوریت در لیدل اوس امارت هم لري. به خاطر این اسلامی حکومت موقت که قانون اساسی باید ساخته شوه، زمینه برای انتخابات امارت اسلامی، ولی حالا هیچ چیز مشخص امارت اسلامی پم دی کار کوي لګیا دی. امارت اسلامی بار بار هم دا وایي چې مونږ قانون نکار روان ده، اساسی قانون جوړو، اساسی قانون باندې کار روان ده. البته یو هغه قوانین دي چې نړیوالې غواړي، شاید هغه سي نه وي، ځکه نړۍ او افغانستان دا فرق کوي. د نړۍ ژوند او د افغانستان ژوند فرق کوي، د نړۍ انانات کلتور فرهنګ او د افغانستان انانات کلتور فرهنګ دا فرق کوي. افغانستان کې قانون جوړیږي د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان د قانون، د افغانستان د ټولنې د خواهشاتو د دغې د غوښتنو مطابق به جوړیږي. پس به سوال اول برمیګردم، به نفع افغانستان سیاست کنونی امارت اسلامي؟ امارت اسلامي تر اوسه پورې زه چې څومره ګرځېدلی یم، څومره مې خلکو نه پوښتنې کړې دي، نو ټول افغانان همداسې نظام غواړي چې زنان گریان میکنن. در شما دیدن گزارش ها حتماً، وقتی زنان میگن که ما نمیتونیم به کار بریم، نانآور خانواده هایشان هستن، وقتی دختران میگن ما میخوایم درس بخوانیم، اینمی فرصت فعلا گرفته شده. این که تعلیق از ارچند امارت اسلامی میگه که دوباره برخواهند گشت، اینها هم شنیده خواهد شد؟ که تاسو اجازه را که ده خبری تو بزرگ وزخط ورکم، زنانا او نارینا پا دی دوارو باند علم پرز ده، دا د الله جل جلاله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین د شریعت د اسلام غوښتنه ده چې زنانا د تعلیم وکړي، زنانا د علم حاصل کړي. خو البته
دا علم حاصلول څومره په نر او ښځه فرض دي؟ دا دوی ته دومره علم فرض ده چې څلورویشت ګنټې زندگی د الله جلو جلاله د احکاماتو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو طریقې مطابق تیرولی شي. البته دین وروسته دا علوم چې دي دا دوه برخې دي، یو فرض عین ده یو فرض کفایي ده. فرض کفایي علم چې ده دا شته ده، زرنا باید ډاکټره وي، زرنا باید انجینر وي، زرنا باید ویترنر وي، زرنا باید د زراعت مسلح کې وي، دا زه منم کارم به دې ورته وشي. خو امارت اسلامي وایي چې مونږ دې ته ماحول برابرو، مونږ د نړیوالو رقام ته د نارینه او د ښځینه او د مختلط د تعلیم مخالف یو. امارت اسلامي انتظار بکشن درست؟ نو باید انتظار وباسي، البته دا انتظار باید ډیر کم کی. امارت اسلامي په دې باید ډیر جدي کار وکړي. دا هر کار د امرسنی ته نه ځنډوي امارت اسلامي، ځکه د امارت اسلامي امرسنی تر اوسه پورې نه معلوم ده، معلوم وخت نه لري. لکه څنګه چې سرفرست نظام اتلس میاشتې دوام وکړو باید نه یې وکړه، ځکه سرفرست خو په قوانینو کې دوه میاشتې حق لري چې هغه وکړي. باید په دې شیانو امارت اسلامي واقعیا کار وکړي او د نړیوالو او د افغانانو دغې انتظار ته د پای ټکه کیږدي. بسیار تشکر ممنون آقای قیومی. آقای مسلم میگه که اینمی وضعیت به نفع افغانستان است و ممکن خواستهایی هم که مطرح میشه از سوی جامعه جهانی اینها متفاوت از تفاوت دیدگاه در داخل افغانستان باشه، هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ عقیدتی، ولی شما فکر میکنین که اگر ادامه پیدا بکنه این وضعیت، سازمان ملل و کشورهایی که موقف گرفته تا اینجای کار در قبال افغانستان ادامه خواهد داد و وارد تعامل خواهد شد یا نه همچنان ادامه خواهد داد به مذاکره و گفتگو و برگزاری نشست و اعلامیه و بیشتر از او پا نخواهد گذاشت؟ ببینین، وضعیتی که امروز در افغانستان حاکم است، در کمتر کشورهایی که حتی بیشتر از افغانستان جنگی طولانی تجربه کردن دیده نشده. وضعیت بد اقتصادی، نبودی کار، نبودی عرصه خدمات به تمام شهروندان افغانستان، خب طبیعتاً مشکلات زیادی را به وجود آورده. امروز وضعیت بد اقتصادی که در افغانستان حاکم است، حتی در کشورهای افریقا نیست، مردم در سطوح مختلف به مشکلاتی روبرو هستند، طبیعتاً باید به مشکلات مردم یک پاسخ روشن ایجاد شود، طالب یک پاسخ روشن داشته باشند. اما آنچه که به بیرون رفت از این مشکلات کمک میکنه، خب طبیعتاً سازمان ملل متحد در تلاش است که یک راه حل دائمی را ایجاد بکنه، اما طالبا به دنبالی هستند که یک راه حل کوتاه مدت ایجاد شود. منظور از راه حل کوتاه مدت این است که طالبا به دنبالی هستند که آنچه را که ایجاد کردن، حکومت را که دارند، دنیا به رسمیت بشناسه، سازمان ملل متحد تعامل سازنده داشته باشه، ممکن است که به تحولات کمک بکنه، ممکن است که وضعیت جدید ایجاد شود، اما این یک راه حل کوتاه مدت است. سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد معتبری که یکی از وظایف اساسیش تامین صلح کشورهای متاثر از جنگ است یا در واقع تحقق صلح در نظام بین الملل است، خب وظیفش این است که باید به افغانستان یک طرح روشن داشته باشه، یک پالیسی سازنده داشته باشه که در چارچوب او طرح تمام گروه ها با طالبان وارد گفتگو و مذاکره شوند و همه مردم خواستشان این است که در نتیجه یک گفتگو حکومت جدید شکل بگیره و دوباره پروسه انتخابات در افغانستان اهمیت خود پیدا بکنه. این میتونه که به تحولات بعدی خیلی کمک بکنه. بسیار تشکر ممنونتون آقای مسلم. یک دقیقه وقت داریم. برای امارت اسلامی بکار است که قناعت به جامعه جهانی را، و این از کدام گزینه فکر میکنین ممکن است؟ آیا باید بپذیره کشورهای می وضعیت را یا نه امارت اسلامی هم تلاش های خود را بکنه تا قناعت را فراهم کنه؟ امارت اسلامی تا دی مسئولیت لواجی چې دوی اوس په حاکمیت کې دي، د افغانستان ټول ولس د دوی تر چتر لاندې ده، د دې ته د نه پرسولو لپاره باید دوی دا کار وکړي تر څو نړیوالو ته کنایت ورکړي او د رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. ځکه افغانانو ته، موږ افغانستان کې یوازې افغانان دلته ژوند نه کوو، موږ په نړۍ کې افغانان لرو چې هلته مهاجرت ژوند کوي، د هغې دپاره ډېرې ستونزې دي، نو هغې دپاره هم باید دوی ګذش وکړي. ممنون شما آقای اسلام الله مسلم، آگاه مسائل سیاسی، و آقای محمد داوود قیومی، پژوهشگر صلح و امنیت بین الملل در دانشگاه لورنشن کانادا، از حضور هر دو مهمان گرامی و از شما بیننده ها که بیننده فراخبر بودین، شب بخیر.